بسیاری از خلبانهای هواپیما به این باورند که خطرناکترین موقعیت‌ها برای یک هواپیمای مسافربری برخاست و فرود آمدن به میدان هوایی است. در کنار شرایط اقلیمی، آب و هوا، بارانی یا طوفانی بودن منطقه، بلندی یا پستی میدان هوایی و باند یا طولی پس از نشست فرودگاه، همه و همه در مسئولیت هواپیما و مسافران نقش مهمی دارد. در اینجا ما خطرناکترین میدان‌های هوایی جهان را معرفی می‌کنیم که بالا شدن و فرود آمدن هواپیماها در این میدان‌های هوایی بسیار دشوار و خطرناک است که حتی برای خلبان‌های حرفه‌ای انجام این کار یک معجزه است که در اینجا چند تایی از این میدان‌های هوایی را به شما معرفی می‌کنیم. شماره 8، میدان هوایی بین المللی جبرالتر. این میدان هوایی در یک منطقه دوردست در مجاورت با کشور هسپانیا موقعیت دارد، اما مالکیت این میدان هوایی را کشور انگلیس در دست دارد. اگر از دور ببینید این میدان هوایی نرمال و مسئون به نظر می رسد، اما وقتی از نزدیک ببینیم واقعیت این است که هواپیما هنگام فرود باید از جاده عمومی عبور موترهای شهری بگذرد که هنگام فرود هواپیما عبور و مرور موترها توقف می یابد. با وجود آن هم شرایط آب و هوای این منطقه روی پروازها و نشستهای هواپیماها تأثیر مستقیم دارد. شماره 7، فرودگاه بین المللی پرنسس جولیانا در جزایر مارتین. نشستگاه این میدان هوایی در نزدیک ساحل ماهو واقع شده و هواپیماها هنگام پرواز و فرود آمدن در یک فاصله بسیار نزدیک با گردشگران در این ساحل قرار می گیرند. در هنگام نشست هواپیما نزدیک است سر گردشگر را لمس کند. خلبانها باید خیلی حرفه‌ای باشد تا با مسئولیت فرود آید. با توجه به طوفانی بودن آب و هوای این منطقه، اگر خدای نخواسته کدام حادثه رخ دهد، نه تنها مسافران بلکه جان گردشگران اطراف فرودگاه را نیز به خطر می اندازد. شماره 6، فرودگاه ماستد واگ واقع در گرینلند. این فرودگاه در یک موقعیت نسبتاً بلند واقع شده و اطراف این فرودگاه را طوری که می‌بینید کوه‌ها تشکیل می‌دهد. با آن هم زمین و نشستگاه هواپیما خوب به نظر می‌رسد، اما وزش بادهای شدید تهدیدآمیزترین عنصر برای فرودی هواپیماها با خط نشست 1.8 کیلومتری است. از این رو تنها تعداد معدودی از پیلوتان حرفه‌ای اجازه پرواز به این فرودگاه را دارند. شماره 5، فرودگاه گیزبورن در نیوزیلند. این فرودگاه در منطقه گیزبورن واقع شده و دارای یک خط فرود اصلی و دو خط فرود فرعی روی چمن است که هر سه خط در تقاطع با خط عمومی راه آهن قطار قرار گرفتند. برای جلوگیری از حادثات و وقت‌های فرود هواپیماها با تایم‌های عبور قطارها دقیق برنامه‌ریزی و زمان‌بندی شده است. با آن هم این فرودگاه از نظر کارشناسان یکی از فرودگاه‌های خطرناک در جهان به حساب می‌آید. شماره 4، فرودگاه بین‌المللی کورچیولی فرانسه. این فرودگاه تنها با 518 متر طول خط نشست دارای شیب نزولی 18.5 درصد است. این شیب باعث می شود که برخواستن از جاده دشوار باشد و از طریق دره‌های عمیق که فقط خلبانان دارای مجوز مجاز هستند قابل دسترسی است. به دلیل موقعیت باند یا خط نشست فرودگاه که بسیار کوتاه است، شانس دوم برای فرود در اینجا وجود ندارد و خلبانان باید اولین بار آن را کاملا به جا آورند. و برای بدتر شدن اوضاع این فرودگاه هیچ چراغ و یا ابزار کمکی ارائه نمی دهد. بنابراین فرود در هوای بد غیر ممکن است. شماره 3، فرودگاه متیکن واقع در لیسیدو کینگدم. این فرودگاه در یک قلمرو کوچک به نام لیسیدو در مجاورت با آفریقای جنوبی واقع شده. این یک فرودگاه معمولی نیست، زیرا این فرودگاه در بلندی یک کوه با ارتفاع 400 متر واقع شده. طول نشستگاه این فرودگاه به 579 متر میرسد که این فرودگاه را فوق العاده خطرناک میکند. طوری که در سالهای 2009 فعالیت و پروازها در این فرودگاه متوقف شد. شماره 2، فرودگاه سنت بارتلیمی واقع در جزایر کارابین.
بمب یا خط نشست هواپیماها در این فرودگاه بسیار کوتاه است و همچنان این فرودگاه در یک موقعیت تنگ قرار گرفته که در مجاورت آن صخره‌ها واقع شده. هواپیماها در هنگام فرود بسیار نزدیک به سراشیب زمین نشست می‌کنند که خطر تصادم و غرق شدن به اقیانوس را افزایش می‌دهد. شماره 1، فرودگاه پاروبوتان. این فرودگاه فقط به عبده خلبان چیره دست و واجد شرایط اجازه پرواز می دهد. برخاست و نشست هواپیما تماما در طور روز صورت می گیرد و از طرف شب اجازه نیست. این فرودگاه توسط کوههای بلند با ارتفاع 5 کیلومتر محاصره شده و باندیا همان جاده پس از نشست هواپیماها فقط 1.9 کیلومتر طول دارد. نزدیک شدن هواپیما به نشستگاه و فرود هیجان انگیز توأم با ترس مسافران برای خلبانان همانند یک معجزه میماند، زیرا خط نشست تا آخرین لحظه فرود غیر قابل دید است و هواپیماها قبل از اینکه سر روی باند فرودگاه بنشینند بین کوه‌ها در زاویه 45 درجه حرکت می‌کنند. حتی نقطه‌ای وجود دارد که کف هواپیما به طرز خطرناکی به خانه‌های کوهستانی نزدیک می‌شود. به هر صورت مناظر دیدنی بوتان با ترس و واهمه فرودی آن می‌ارزد. برای حمایت از ما لطفاً چینل افغان زوم را سابسکرایب کنید و تا بعد خدا نگهدار.